شنوتو با افتخار تقدیم می کند نسخه خوشندام بودن اکثر افراد بزرگسال به 2000 کالری در روز نیاز دارند تا سالم و توانا باشند و به خوبی از عهده مسئولیت های روزانه خودشون بر بیان. البته توجه داشته باشید که با توجه به جنسیت نوع سبک زندگی و میزان فعالیت جسمی روزانه این عدد ممکن بیشتر یا کمتر بشه اما به خاطر داشته باشید این عدد به طور متوسط برای زنان و مردان بالغ و دارای سلامت جسمانی قابل قبول و منطقیه البته با وجود اینکه تقریبا همه ما میدونیم بدن ما روزانه به 2000 کالری برای انجام فعالیت های خودش احتیاج داره این عدد رو میتونیم به صورت جدولی کوچیک در پشت اغلب محصولات غذایی مشاهده کنیم اما آیا شما تعداد کالری های مصرفی خودتون رو میشمرید البته باید به این نکته هم توجه کنیم که افراد مختلف بسته به قد، وزن، جنسیت، سن و فعالیت بدنی میزان کالری متفاوتی رو میسوزونند اما سه عامل اصلی در محاسبه ی میزان کالری مورد نیاز شما نقش دارند. عامل اول آهنگ سوخت و ساز پایه بدن یا بی ام آر هست. بی ام آر در حقیقت میزان انرژی بدن شماست که در زمان استراحت به اون احتیاج دارید. حدود 60 تا 70 درصد کالری دریافتی شما در روز صرف فعالیت‌های مثل تپیدن قلب، تنفس از ریه ها پلک زدن و تثبیت دمای بدنتون میشه و به طور عمومی بی ام آر در مردان بیشتر از زنانه. عامل دوم فعالیت بدنیه. فعالیت های بدنی فقط شامل ورزش کردن و انجام کارهای طاقت فرسان نمیشن. مرتب کردن تخت خواب، راه رفتن، خم شدن، بلند کردن اجسام و به طور کلی هر نوع حرکت بدن شما با مصرف کالری امکان پذیر میشه. اما میزان اون در هر فعالیتی وابسته به وزن شماست. و بالاخره سوم اثر گرمایی غذا. منظور از این تاثیر میزان انرژی که بدن شما برای حزم غذا مصرف میکنه. همون انرژی که غذا رو به اجزای تشکیل دهندش تجزیه میکنه و برای استفاده بدن آمادش میکنه. در ابتدای این پادکست به عدد 2000 کالری اشاره کردیم و پرسیدیم که آیا تعدادشون رو میشمرید؟ البته افرادی که رژیم دارن شاید این کار رو انجام میدن ولی اکثر مردم هیچ توجهی به کالری وارد شده به بدنشون نمیکنن. شما میتونید با وارد کردن قد، وزن، سن و میزان فعالیت ورزشی خودتون در سایت mycaloriecounter.com مقدار کالری مورد نیاز بدنتون رو محاسبه کنید. فراموش نکنید که برای به دست آوردن کالری مورد نیاز به خوردن هر غذایی تن ندید. برخی غذاها در فرهنگ ما جای خودشون رو باز کردن که بهتره در مصرف اونها تجدید نظر کنیم. مثلا غذاهایی که بهشون اصطلاحا غذاهای سری یا فست فود میگن. حالا تعدادی از مواد غذایی رو که حاوی 200 کالری هستند به شما معرفی میکنیم. کنسرو ماهی تون 100 گرم، آووکادو 125 گرم، پاستای پخت 145 گرم، برگه زردالو 83 گرم، نان سبوسدار 90 گرم، قلات سبوسدار 100 گرم. سیب زمینی سرخ شده 73 گرم نان کنجدی 70 گرم کیک یزدی 72 گرم نان ساندویچی 72 گرم با این مثال ها حتما متوجه شدید که با در نظر گرفتن کم بودن تحرک در طول روز باید به تعداد و میزان مواد غذایی بسیار توجه کرد چون در اکثر موارد اونچه که میخوریم از میزان کالری بیشتری از تصور ما برخور داره و اون کالری که در تحرکهای روزانه خودمون میسوزونیم از اون چیزی که تصور میکنیم معمولا خیلی کمتره. تولید شده در